سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم، به همراه پوریا با خبرها و گزارش های شما در خدمتتون هستیم. از آقای دکتر نوریزاده بابت فرصت تهیه و پخش این برنامه و حمایتاشون سپاس گذاریم. بریم یه گزارش ارسالی ببینیم و برگردیم. 11500 تخریب منزل جناب ثابتیان، متاسفانه و خونه یکی از احبای دیگه توی روشنکو متاسفانه خراب کردم بدون اینکه حکمی داده باشن از قبل. حکومت جانی و فاسد خونه های بهایان رو خراب میکنه به این جرم که دینشون بهایت است، دینی که خودشون تو انتخابش حقی نداشتن و خیلی راحت میگن بیایید مسلمون بشید یا اگر نه که هر چی دارید ضبط میشه و مالکیتتون رو مشروع نمیدونید. واقعا شرم بر این نظام فاسد که هیچ بویی از انسانیت نبردن. بریم یه گزارش دیگه ببینیم. من این مرغو یک قرون گرونتر از 17100 تومان حق فروششو ندارم. هر کس که میگه مرغدار داره مرغشو گرون میگه این یه دروغ محضه. مرغدار همشو دونه دونه باید بشمره، تحویل تعاونی شهرستان خودش بده تا بتونه مجوز بگیره برای تخلیهش. تعاونی هم اونا رو همه رو از ما تحویل میگیره، تحویل کشتارگاه میده. حالا این وسط هر کثافتکاری، هر قیمت بالایی که میخواد بشه، هر نوع کاری که بخواد بشه از من مردار نیست و این اجباره. تعزیرات حکومتی دستش گوشه زیر چونش منتظره که من یک قرون گرونتر بفروشم منو میلیاردی جریمه کنه، اما توی بازار هر مشکلی بخواد پیش بیاد تعزیرات حکومتی ساکت دستش گوشه زیر چونش نشسته. فقط اینا زورشون به من تولید کننده میرسه. واسطه هر کاری که دلش میخواد میتونه توی این مملکت بکنه. مرغدار عزیز، مردم میدونن که پولای دزدی تو جیب آقازاده ها میره و این مسئولین مردم براشون اهمیتی ندارن و فقط به فکر پر کردن جیبای خودشون هستن. بریم سراغ وزارت بهداشت. چند وقت پیش معاون کل وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی ما معلمین و اساتید رو واکسینه میکنیم، واکسن مناسبی هم براشون ذخیره کردیم. منتها نقطه کلیدی اینه که نظر سازمان بهداشت جهانی و خیلی از مجامع بین المللی و نظر مجموعه افرادی که مؤثر هستند در داخل کشور در شرایط فعلی تعطیلی مدارس اثرات مضری که بر سلامت داره، بر کل سلامت داره و به کل جامعه داره خیلی بیشتر از اثرات مضر. یعنی اگه بچه این مدرسه نره یا دانشجوی دانشگاه نره ممکن از لحاظ روحی و روانی آسیب ببینه. ولی خب اگه بیاد تو مدرسه کرونا بگیره و این ویروس رو به خانواده خودش منتقل کنه و خدایی نکرده پدر یا مادرش رو از دست بده، چندان اثر مخربی در سلامت روحیش نداره. اونم با این وضع سرعت واکسیناسیون که قرار بود روزی 1 میلیون تزریق انجام بگیره، ولی الان تزریق روزانه 400,000 دوز برای وزارت بهداشت یه رکورد و افتخار محسوب میشه. ما رکورد بالای 400,000 رو زدیم، برای 500,000 زیر ساخت کاملا آماده داریم و هدفگیری مونه که روزانه 1% مردم رو، یعنی 840,000 نفر رو 1 دوز واکسن بزنیم. جالب اینجاست که هنوز گروه‌های پرخطر و افراد مسن جامعه به طور کامل واکسینه نشدن و حتی برخی اصناف مثل فروشندگان مواد غذایی که خیلی بیشتر از اساتید دانشگاه در معرض خطرند، تو دسته‌بندی وزارت بهداشت اصلا جزو گروه‌های پرخطر محسوب نشدن. و در یک بررسی که انجام شده، بار ویروسی، لود ویروسی در افراد مبتلا به دلتا 1000 برابر افراد معمولیه و این احتمال انتقال رو به همین دلیل بالا میبره. الان هر خانواده‌ای که مبتلا میشه تقریبا همه مبتلا هستن و بسیار خطرناک و به سنین جوان رفته. البته ایشون اعلام کردن تصمیم فعلی ستاد ملی کرونا و اوغلا اینه که مدارس و دانشگاه‌ها باز بشه. تصمیم فعلی ستاد ملی کرونا و اوغلای سیستم اینه که مدارس باز باشه. منظورشون هم از ستاد کرونا و اوغلا همون ستادیه که تو نوروز 1400 به مردم اجازه سفر داد و پیک 4 کرونا رو تو کشور ایجاد کرد. آخه آقای نمکی، آقای حریرچی، اگه اون بچه خانوادش رو به خاطر کرونا از دست بده اشکالی نداره، ولی اگه مدرسه نره براش مخربه؟ آخه شماها چی میزنید؟ این استدلالا رو از کجاتون در میارین؟ آقای وزیر بهداشت، این فیلم رو به خاطر شما ضبط میکنم. من از بهش زهرا با شما صحبت میکنم در مراسم سوگواری خواهرم که مثل خیلی از مردم این مملکت شما فرصت داشتن واکسن رو بهش ندادید و از کرونا مرد. شنیدم جدیدن گفتی که در کجای دنیا وزارت بهداشت واکسن وارد میکنه؟ در کجای دنیا یک وزیر بهداشت اینقدر بی تدبیره که میگه قلم پای کسی که واکسن وارد میکنه رو میشکنم؟ میخوام بهت اینجا اعلام کنم که پای هر جواز دفنی امضای تو هم هست و تو مستقیما مسئول مرگ هموطنان من هستی. خانواده های داغدار مثل من زیاده. امروز 6 تا آمبولانس از بیمارستانی که خواهر من فوت کرد آمد و 4 تاش کرونایی بود. من و خانواده های داغدار تو رو نمیبخشیم که مطمئنم برات مهم نیست، اما کار جای دیگه بر تو سخت گرفته میشه که در مقابل خداوند این جهان باید پاسخگو باشی و او از تو حسابرسی خواهد کرد. این میز ریاست برای تو چند حساب شد که اینقدر گران بود؟ خیلی سفت این میزو بغل کردی. زخمی هستی آقای وزیر و تاریخ این سرزمین پاک از تو به عنوان کسی که مردمان این سرزمین رو کشت نام میبره. اگر غیرت داشته باشی باید بمیری، ولی نداری. با تو حرفی نیست. من فکر کنم تو اصلا دلت برای هیچ کس نمیسوزه. آیا واقعا تو ایرانی هستی و با مردمت این کارو کردی؟ کاش اون روزی که این صندلی رو بغل می‌کردی برای وزارت، کسی آرام در گوشت میگفت یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناصر بفروخته بود. باختی آقای وزیر، بد. کل مسئولین این نظام فاسد دزد و جنایتکارن و دستشون به خون میلیون ها ایرانی آلوده است و متاسفانه وقتی سردسته جنایتکاران و فاسدین آقای خامنه‌ای رهبر مملکت باشه دیگه از بقیه انتظاری نیست، مگر روزی که مردم به هوش بیان و برخیزن. من 55 سال سن دارم، زبان همه کار دارم، آموزش نظامی که بدیم ترسم امروز دهه شد مامور تلفا بکنم، ولی به خاطر اینکه دگر احتشاش کرده، ملت احتشاش کرده، ملت کارو بوده. نخندی هیچ کسی تعریف کدن دنیم، هیچ سازمانی نیست، هیچ مورانی نیست، مثل شما جانبازم، خانواده شهیدم، برادر من 70% جانبازی داشت. 25 سال جلوی چشمان من رژه بوشه. 31 سال من الان کشندرم از جانبازی. خدا یا شاهد یک درم من حمایت ندن. چه جوانهایی که این قاوی دستور رو همون هرانده قویزه و مجنون و باغ و شلمچه و سنایه که شهید دوسته. ببخشید من یادم لحجه دارم، چون رشیدیم، رزوسانیم، هرمیدانیم. بعضی شما خنده بریدیم، یار بریدیم و دیوانهیم. نه دیوانه نیم، با آگاهی بمون، با آگاهی بمون. چی میدردیم بگم شما همه برار منیم، آخور منیم. من وضعیت دارم الان، برای علیگیری دیدیم، سله دیدیم، برای هیچ مسئله نیه. من حتی پای اعدام هم بودم، خیلی عظامات گوشاییدی. دنیا محل گذره، مردم چیمی حق بگیری. چرا خیلی مخیرهای چرا اما که مملکت غنی داری، چرا برای سوریه و فلسطین و عراق و عراقی که خدا شاهده جیرای خلاصی علی زخانه بید، عشان همون عراقه بیا خانم شما شد. نه هم نمیخوام، اینجا گوشه میترسم باره از اینجا تا اینجا باید برخواهم نمیخوام. ماشالله من اصلا میگیرم جهاز اونا چه فرازه ایزن. مردم بشنوین، به خودتون بیاین، به خودتون متکی باشین، منتظر هیچ دولت خارجی نباشین. شما قدرتمندتر از هر دولت خارجی هستین و جمهوری اسلامی هم این خوب میدونه. به خاطر همین از همبستگی شماها میترسه. همش توی این 40 سال سعی کرده بینمون تفرقه بندازه. میدونه که روز جواب پس دادنشون زیاد دور نیست. بریم یه سر سراغ آقای روحانی و در کنارش واکسن. کار ما کار قابل قبولی هست در دنیا و تلاش بسیار زیادی شده و هیچ وقت هم الحمدلله تا امروز ما مشکل این که تخت بیمارستانی نداشته باشیم و مردم در گرفتاری تخت قرار بگیرن، گرچه الان تو این پیک پنجم روزهای بسیار سختی را داریم میگذرانیم. انشالله امیدواریم این افتخارم تا آخر حفظ بشه که بیماری بدون تخت نمونه، بدون دارو نمونه، بدون مراقب نمونه و انصافاً مدافعین سلامت ما فداکاری بسیار عظیم و بزرگی رو در این مدت انجام دادند در این شرایط بسیار سخت. و من اگه بخوام تشکر کنم، قبل از هر چیز باید از ملت ایران تشکر بکنم که اونها با ما، با توصیه‌های پزشکی، با آنچه وزارت بهداشت درمان، قرارگاه، ستاد درخواست میکرد همراهی کردن، کمک کردن. اگه مردم همراهی نمیکردن هیچ موفقیت ما نداشتیم. هم کمک کردن، هم در تولید حضور پیدا کردن و هم الحمدلله ما صف خرید برای امکانات بهداشتی، برای مواد غذایی، اینطوری که بعضی از کشورها هفته ها گرفتار بودن، ما نداشتیم. این در سایه این بود که همه مردم، همه بخشا حضور فعال پیدا کردن، نهادها و همه مسئولین هم الحمدلله در این زمینه حرکت بسیار خوبی داشتن که ما به این نکته رسیدیم. تخت ندارن، تخت نیست. تخت بیمارستان نایاب شد. تا 6 صبح منتظر تخت خالی بودیم که متاسفانه به ما ندادن. کپسول اکسیژن 40 لیتری میذاره بالا سر، یه دقیقه بعد میگه آقا ندارم دیگه بهت بدم. اکسیژن الان اصلا نبوده چند روز. برخی از بیمارستان‌ها انقدر حال خوبی ندارن که مجبور شدن مساجد و نمازخونه هاشون رو تبدیل به بخش کرونا کنن، مثل بیمارستان بقیت الله که اورژانسش الان انقدر شلوغه که بیاد نمازخونه رو تبدیل کنه به بخش کرونا. ببینید دیگه حالا من ناموسم وضع بیمارای بیمارستان دیگه تخگیر نمیاره. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. یه تخت اینجا پیدا نمیشه، این هم آدم میتونن تخگیر بیاره. این هم وضعیت بیمارستان محلاتی تبریز. سرم زدم، تخت نیست، نشستم رو سر خاک تو سرت. آقای روحانی آخر روز آخر ریاست جمهوریت هم دست از دروغ گفتن بر نمیداری. بابا عجب روی داری تو، شرم نمی کنی؟ 8 سال بدتر از آقای احمدی نژاد کشور رو نابود کردی و جرأت یک کلمه حرف راست زدنم نداشتی و نداری و برده ی حلقه به گوش رهبرت بودی. ببین این فیلم ها رو، ببین مردم در چه وضعیتی هستن، کادر درمان کشور تو چه وضعیتیه. یه مترسک هم که گذاشتین وزیر بهداشت که فقط نگران بود یه موقع خاطر آقای خامنه‌ای مکدر نشه. بریم سراغ مالک شهرزم. حل اعتماد نیست، نمیشه. به نزدیکترین همسایه، به نزدیکترین دوست، به نزدیکترین متحد، ما که متحد نداریم ولی به نزدیکترین متحد در روابط بین الملل هم نمیشود اعتماد کرد. خیلی جالبه که خودشون هم میدونن که نه دوستی دارن نه متحدی، اون وقت میخوان با کل دنیا مقابله کنن و دنبال روی توهمات آقای خامنه‌ای و دارو دستش باشن. جوانهای ما گرفتار این وابستگی به غرب را دارند. غرب را فراموش کنید. من فکر میکردم که اگر ما بتوانیم یه دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم، بین ممالک اسلامی و چی بکشیم، دیوار زمینی و هوایی که مملکت ما از دست اونها نجات پیدا کند و حتی ترقیاتشون رم ما عذرش را بخواهیم به نفع ما بیشتر است. 40 سال همین کار کردن و ایران رو تبدیل به کشوری منزوی و جنگ طلب کردن. این وسط فقط دردسرش برای مردمه، چون آقازاده ها خیلی راحت با پولای ملت برای خودشون تو همه کشورهای دنیا تفریح میکنن و به ریش ملت ایران میخندن، چون اینا ایرانی نیستن. خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیرقانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است. اونا که میگویند خشونت را به عنوان یک امر کلی، دیگه فرق نمیگذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی. اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابانهای تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم را به هم زد، اموال مردم را تضییع کرد، بچه های مردم را به خطر انداخت، با او برخورد نشود. چرا؟ چون خشونته. پیغمبر اکرم وارد مکه شد، عده‌ای را به نام ذکر کرد، گفت هر کجا اینها را یافتید، هر کس دست بر اینها پیدا کرد اینها را بکشد. توشون 4 تا زن بود و عده‌ای مرد. اگر اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنند در گوش کسی نگفت، علنا گفت هر کس هند را پیدا کرد او را بکشد، هر کس فلان ابن فلان را پیدا کرد او را بکشد. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد او رو بکش. یکی میخواست دیوار بکشه، این یکی هم که آدم کشی و جنایت رو عادی میکنه. هر کی مخالفشون باشه رو میکشن، از خشونت هم نمیترسن. واقعا حیف ما و ایران که گرفتار این آخوندای روزخونه متوهم غیر ایرانی شد. در واقع ملت ما رو این آخوندا گروگان گرفتن. خب عزیزان، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما گزارش.tv@gmail.com، شماره تلفن گزارشگر ما 2044 738 822 204449 هست که میتونید از طریق تلگرام و واتساپ فیلماتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین میتونید ما رو در فیسبوک و اینستاگرام هم به اسم گزارش.tv دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته آینده و خبرهای جدید، خدایار و نگهدارتون.